آقای مسعود فراستی سلام. سلام بر شما. بحث خیلی جذابه، چرا باید کلاسیک ها رو بخوانیم، تموم شد و الان یه سرفصل جدیدی داره باز میشه که اون چیه؟ فرم حس دیگه. شما هم که استاد فرم و حس هستین. فکر میکنم، حالا دوستان دوروبرم میگن، خودم هم این فکر میکنم، این در واقع جمع‌بندیه 20-30 سالیه که من یه گفتم فرم، سعی کردم بازش کنم، دقیقش کنم، چکش بزنم. اینو من خلاصش رو که قسمت فرمه میخونم و هر جا که تو خواستی وایس چکش بزن. این خیلی هیجان انگیز شد، چون حاصل 20-30 سال تجربه و دانشتون رو که یه بار جمع بندی کردین الان به صورت خلاصه شده دارین به ما ارائه میدین. خیلی جذاب. بریم؟ بله بله بریم. مقدمه بر فرم. هنر در قلمرو حس است و در حیطه فرم. هر نسبتی با هنر و اثر هنری نسبتی از و با فرم است. نسبتی از فرم و نسبتی با فرم. هنر اساسا فرم است و فرم. و این هستین یا بریم چرا؟ نه به نظرم یه ذره توضیح بدیم. باش. فرم است که لذت از اثر هنری را هم برای مؤلف و هم مخاطب موجب می شود و سرخوشی ناخودآگاه به بار می آورد. فرم شعله ور شدن و شعله ور کردن لذت در سوژه است. سوژه مؤلف و سوژه مخاطب. یه سوال دارم الان. آیا مؤلف حالا میخواد نویسنده باشه، نقاش باشه، آهنگساز یا سینماگر، هر باید به فرم فکر کنه یا باید فرم در ناخودآگاه شکل گرفته باشه و متجلی بشه بدون اینکه آدم بشینه و یک کار مهندسی بکنه، نقشه‌ای برای فرم بکشه، یا باید این کار هم آدم بکنه؟ من به نظرم سوال رو نگردانیم، حیفه، چون فهم کنم بخشش تو این یکی دو صفحه جواب میده، اونجایش که نشد میریم جلو. هنر بر لبه تجربه ادراک حسی ناخودآگاه قرار دارد و هنر در قلمرو محسوسات است. راز نهفته و معمای هنر تماما در مختصات فرمال اثر هنری است، نه در معنا، محتوا، موضوع و مفهوم. هنر نه چه، هر چه، که چگونه است. فرم چه را در چگونه مستحیل می کند. فرم اصالت و ارزش یک اثر هنری نه در موضوع یا داستانش، بزرگ، کوچک، مهم، غیر مهم، پیش پا افتاده، پرتم تراق، بلکه در نحوه بیان آن است، در چگونه گفتن. فرم پس هیچ چی از من متر نیست، هر چه بزرگی، چون مثلا مرگ خیلی بزرگی دیگه، بزرگترینه. موضوع کار من، نوشته من یا فیلم من راجع به مرگ، از همه ساکت چی؟ اصلا از بزرگترین موضوع که مرگ باشه تا کوچکترین موضوع که یک دعوای ساده خانوادگی باشه یکیه به نظر من. مهم چگونه گفتنشه. میشه مرگ به اون مهمی و بزرگی رو جوری گفت که از یه دعوای ساده زن و شوهری پایین تر بیاد. پس تمام بحث چگونه است. چگونه یعنی فرم. فرم دلالت بر معنا و مفهوم ندارد، دلالت بر حس دارد و بر تداوم، منطق و مفاهیم حسی برآمده از آن. فرم ابژه بیانگری حس ها و حسیات است.
ابژه رو برای بیننده‌های ما توضیح میدین. یه سوژه داریم، یه ابژه. سوژه فاعل شناساست، جهان رو شناسایی میکنه، پیرامون رو شناسایی میکنه. جهان و پیرامون ابژه شناسایی شدن، در حال شناسایی شدنه. فاعل مفعول. مفعول به نوعی که جاشون هم میتونه عوض بشه. یعنی انسان هم سوژه است هم ابژه، جهان هم سوژه است هم ابژه. موقعی که مورد شناسایی ما قرار میگیره ابژه است، موقعی که اون داره ما رو تعیین میکنه سوژه است. سوژه ابژه از اون بحثای سخت فلسفی هن که وقتی میان تو هنر بیانگرتر و درستتر میشه بهشون برخورد. فرم حالا چیه؟ ما کلش رو گفتیم، حالا وایسم روی جزئیات. فرم تناسب، انسجام، وضوح، هارمونی، ظرافت و تمامیت است که هرچه ظریف‌تر و هوشمندتر باشد عمیق‌تر به ژرفا می‌رود. فرم حساسیت، بیانگری و انرژی است. فرم تناسبی بهینه است در درک حسی اندازه ها، همه اندازه هایی که تو اثر است. فرم اصل تشکیل دهنده ایده است و مجموعه روابط درونی اجزای اثر. تمام جزئیات متعلق به فرم است و هنر یعنی جزئیات، ارتباط و پیوند آنها و تبدیلشون به یک کل. فرم بیانگر آن حسی است که ناخودآگاه نیست، جواب سلطان یکی است که در روند خلق به خالق اثر دست میدهد. یعنی مهندسی در کار نیست، حس ناخودآگاهیه که در حین خلق از یک ذهنی که پرورش پیدا کرده و تربیت شده، از یک ذهنی که هم پرورش پیدا کرده تربیت شده، همین که اجازه داده ناخودآگاهش فعال باشه، ناخودآگاهش تعطیل نیست. اولی شرط به نظر من فعال شدن و تحریک ناخودآگاهی صدق با خوده. صدق با خود ممکنه به نظر بعضی از دوستان اخلاقی بیاد، اصلا مد نظر من نیست. هنرمندی که با خودش صدق نداشته باشه ناخودآگاهیش برون نمیاد. این صدق با خود اولین شرط بروز ناخودآگاهی و امکان فرم. دو سه و این هم داره که بیرسیمش. فرم زنده است و محمل تضاد که بعد از شکل گیری و قوام یافتن در ناخودآگاه در نیمه آگاه صیقل یافته تراش می‌خورد و در خودآگاه نیز تکنیک به آن اضافه شده، ورز داده می‌شود. تکنیک ورز داده می‌شود تا ظرف مناسب فرم شود. تکنیک جسم اثر هنری است، فرم جان آن. تکنیک ابزار فرم است و رویه ظاهری و ظرف آن، اما این ظرف همواره با مظروفش در رابطه دیالکتیکی وحدت و مبارزه ازداد است، چرا که تکنیک رویه و سطحی رام نیست، مقاوم است، مقاومتی خودآگاه در برابر ناخودآگاه. تکنیک مدام سعی دارد فرم را پس براند و خود را به رخ بکشد و حاکم بر اثر شود. تکنیک فقط میتواند احساس عام تولید کند که عام و مشترک بین همه مخاطبان است. هرگز نه رهاست و نه میتواند به حس برسد. فرم اما رهاست و پوینده، اما ناگزیر است از لباس خودآگاهی تکنیک استفاده کند. فرم نیازمند تکنیک است. ظهور بیرونی فرم با تکنیک است، اما کنترل تکنیک
در خدمت خود را در دستور کار دارد. اگر تکنیک اثری را به کنترل و هژمونی خود درآورد، اثر بی‌حس می شود و احساس برآمده از تکنیک حاکم. اثر تکنیکی همچون همه شیء‌های بیجان جهان شکل دارد، شیپ، فرم نه. فرم از پس شکل می آید. حس با فرم برساخته می شود و پس از احساس که سرگرم می کند به ظهور می رسد. همچنان که هنر از پس جذابیت و سرگرم کردن ظاهر می شود، تکنیک صرفاً تکنیسیان می سازد و فرم هنری هنرمند. فرم هنری با مدیوم هنری خود زاده می شود. اینجا یه بحث مدیوم هم هست. تا اینجا می خواهی یکم واسین؟ بله. آیا فرم رو میشه یاد گرفت؟ نه. پس استفاده از کارهای قبلی که صورت گرفته، دیدن و خواندن و شنیدن، عالی. چه فایده ای داره؟ عالیه سوال. تکنیکو میشه یاد گرفت، من رو تو میدونی. دوربین یاد میگیریم، لنز یاد میگیریم، زاویه یاد میگیریم، نور یاد میگیریم، همه اینا رو میشه آموخت. خب اکتسابیه و خودآگاه. فرم هیچ کدوم اینا نیست. فرم همون حسیه که تو در زمان خلق یه اثر میکنی. این اساسا در ناخودآگاهه. ایده در ناخودآگاه شکل میگیره و ایده میشه با فرم، و فرم لحظه به لحظه در ناخودآگاه تراشیده میشه، جون پیدا میکنه و اثر رو شکل میده. این شکل که میگم فرمه. یعنی اثری که در ناخودآگاه شکل نگرفته هنوز، بیرون اومدنش اثر هنری نیست دیگه، مجبور مدام با تکنیک جای اون رو بپوشونه. فرم اساسا مسئله ناخودآگاهه. حالا اینکه تو و من فورد میبینیم، گره من چه سرسبز بود، خوشهای خشم چی به ما میده، ما قرار از این فرما یاد بگیریم؟ یاد میگیریم، بچه ظاهری شو یاد میگیریم، بچه باطنش میره اونجایی که باید بره، یعنی میره تو ناخودآگاهی. این ناخودآگاهی ما آروم آروم ذخیره میکنه فرم هایی رو که از سینما، از ادبیات، از نقاشی، از موسیقی شنیدیم و اینجوری تربیت کردیم خودمونو. این تربیته، تربیتیه که بخش اساسیش ذخیره و انباشت در ناخودآگاهی میشه. من حرفتون رو ببینین درست فهمیدم یا نه. من به عنوان یک مخاطب مثلا نقاشی زیاد میبینم. این دوتا اتفاق داره میفته. یه اتفاق که دارم نقاشی میبینم، دقت میکنم، یاد میگیرم، این داره بخش آموزش تکنیک رو توی من تقویت میکنه. یه بخشی که اصلا یک سواد بصری که حسش هم نمیکنم ولی داره به جانم افزوده میشه و داره روحمو بزرگتر میکنه، چشممو داره آشنا میکنه، اصلا حواسم هم نیست ولی همچون دارم ورق میزنم من میگم که آها، پس من اینجوری، پس این نقاشیه اینجوری، اصلا دو تا چهار تا هم نمی کنم ولی داره این اتفاق میفته و اون داره یه چیزی رو در واقع تقویت میکنه و میسازه که بعدن این میشه فرمی که اگر روزی بخوام ارائه بدم یا لذت ببرم، فرم وجودی من خواهد بود. درست. من با دگرگونی که در تو اتفاق میفته، منتها دگرگونی هیچ وقت رو سطح صاف اتفاق نمیفته. دگرگونی تو تنش و پیچیدگی اتفاق میفته. اگر پشت ما خالی از فرم باشه، در ادبیات، از سینما، از موسیقی، وقتی میخوایم اثری بسازیم با دیده هایی که داریم، تکنیک هم یاد گرفتیم، جونی نمیتونیم خلق کنیم. اما وقتی این چیزی که تو دوزی دادی، اینا ذخیره ناخودآگاهی ما میشن و به جون ما تبدیل میشن. اون وقت دیگه، حالا وقتی یه پلان عالی از فورد یادت مونده، تکنیکش مسئلت نیست. حالا ما میسیم به تکنیک، جای دوربین، اندازه قاب، همه اینا، اما اون چیزی که میگه این پیرمردو چجوری اینا از کامیون پایین آوردن،
ده ثانیه و این چجوری مرد؟ این میره یه جایی، اونجا جای اصلی هنره، میره تو ناخودآگاهی. حالا وقتی تو داری به چیزی فکر میکنی که به ایده، این هم پشتته. وقتی این پشتت نیست و خالیه، اون وقت خیلی سخت میشه به فرم خودت برسی. فرم خود زاده نمیشه از یه جایی که ما نمیدونیم کجاست. از این مذهب بخوام من معذرت، از این زیستن با آثار هنری بخش اساسی از فرمه که در ما میشینه. زیستن با آثار هنری، مدام زیستن با اونها، در واقع یه عیش مدام دیگه. عیش مدام از آثار هنری به خصوص کلاسیک ها ما رو تربیت میکنه در ناخودآگاهی. در خودآگاهی هم به ما حد میده، قاب میده، نور میده، چیزایی که به درد کارمون میخوره. حالا وقتی میریم تکنیک یاد بگیریم با این پشت، میفهمیم چی میخوایم یاد بگیریم، چرا میخوایم یاد بگیریم، و تکنیک میشه ابزار اون چیزی که اونجاست. و هر ایده ای، حتی ایده سفارشی به تو به عنوان سازنده، این ایده سفارشی وقتی از آن تو میشه، از آن یه جمله ساده ای همه میگن، میگن بعد از فیلتر هنرمند رد شد. یعنی چی این فیلتره؟ این یعنی این، یعنی اینکه این ایده بشه ایده سروش ساعت. چجوری میشه ایده اونجایش که با تو ارتباط برقرار میکنه و نه همه جاش، با تو کار بنیادین ناخودآگاه ورز داده میشه، دگرگون میشه، تبدیل میشه به ایده تو. هر جایی از این سفارش نره تو اونجا، یه چیز ساده بی جانه، رد شدنیه. یه هنرمند جدی مسئله اجتماعی که در کنارش داره رخ میده و از اونجاست که برمیگردونه هر کسی به دور و برش، به هر جایی از دور و برش، چه جامعهش چه جهان بیرامونش، نوعی نگاه میکنه، نوع خاصی نگاه میکنه. این نوع خاص اساسا از ناخودآگاه باید بیاد و از تربیتی که در این آثار. وقتی میگیم ادبیات میخونیم تخیلمون رشد میکنه، چی داریم میگیم؟ کسی که ادبیات نخونده با کسی که ادبیات خونده تفاوت اساسی دارن. تخیلش رشد نیافته است و ادبیات و رمان کلاسیک تخیلش رو رشد داده. این تخیل رشد یافته اساسا رشد در ناخودآگاهیه. همونجوری گفتی چشم ما رو بازتر میکنه، روحمون رو شادابتر میکنه، گوشمون رو تربیت میکنه. این تربیت، همه تربیت خودآگاهانه نیست، بخش مهمی از این تربیت اون بره اتفاق داره میفته. پس وقتی اینا پشت دو قرار میگیرن، با هر مواجهت با هر موضوعی که از آن خودت یا از آن دیگری باشه، اینا فعالتر میشن و تبدیل میشن به اون دگرگونی که اصطلاحشو میگن از فیلتر من گذشت. منی در کاره، حالا این فیلتره از اونجا داره میاد و داره حد پیدا میکنه، مرز پیدا و تبدیل میشه به اثر. در غیر این صورت ما چیزیم، تکنیسیان هایی هستیم که هر سفارش رو در بهترین حالت خوب اجرا میکنیم. اجازه میدید من یه چیزی بگم ببینید درسته نه. ما اگه بخوایم خواندن و نوشتن یاد بگیریم، باید الفبا رو یاد بگیریم که کار سختیه، ولی اگر خواندن و نوشتن میخوایم، باید این سختی رو بگذرونیم و الفبا رو یاد بگیریم. اگر میخوایم ویولون بنوازیم، ساز ویولون، یه دوره خیلی خیلی سختی داره تا بتونیم یه سازی مثل ویولون رو، دوره مرارت و سختی آموختن رو داره تا بعد نغمه های دلانگیزی در بیاد. برای آثار هنری هم خیلی میگن ما چجوری موسیقی کلاسیک گوش کنیم؟ سختمونه. ما چجوری آثار کلاسیک رو بخونیم؟ سختمونه. ما چرا با این نقاشی ها ارتباط برقرار نمی کنیم؟ چرا چشممون عادت نداره؟ یه دوره‌ای میخواد که ما گوش کنیم تا بعد گوشمون پذیرا بشه، بخونیم یه دوره‌ای و بعد با لذت خواهیم خون، ببینیم و بعد با لذت خواهیم دید. این دوره آموزش مثل هر چیز دیگه‌ای، یه دوره آموزش باید وجود داشته باشه. 100% باید موافقم، منتها یه ذره لغت‌ها رو میخوام یه ذره چکش بزنم. این دوره آموزش در واقع پیش نیازه به اصطلاح، اما این آموزش با لذت باید انجام بگیره سروش. خیلی مهمه. اگه با لذت نباشه که اصلا نباید اتفاق بیفته. این وقتی با لذت تو به من یاد دادی
که آقا کتاب بخونیم با هم از کتاب های ساده تر تا کتاب های پیچیده تر مثلا برسیم به میس دالاوی خانم ولف، از همینگوی عزیز نازنین سادمون شروع کنیم، به ولف برسیم، به جویس برسیم. یه دوره داره دیگه، این دوره باید توأم با لذت باشه، یعنی از خوندن لذت ببرین. من یه موقعی میخواستم موسیقی کلاسیک گوش بدم و خیلی برام سوال بود که با چی شروع کنم، شاید چون برای یه عده سوال باشه، یه اثری به من معرفی شد که اینقدر با لذت گوش کردم و گوش کردم و گوش کردم و گوش کردم که بعد به موسیقی کلاسیک علاقه من شدم. چهار فصل ویوالدی. خیلی درسته، خیلی درسته. شاید اولین موسیقی که دوستان میخوان اصلا با موسیقی کلاسیک آشنا بشن نه باخ که من به شدت دوست دارم، بلکه ویوالدیه و چهار فصلش. خیلی خوبه، یعنی چون چهار تا فصل رو برای ما مجسم میکنه. دفعه اول نمیفهمه آدم که این چهار فصله، فقط لذت بصری میبره. سخت آروم آروم پاک میکنه، میشینه، لذتهای قلابی رو پس میزنه، لذت واقعی میاره. و چهار فصل متر عالیه برای شنیدن موسیقی کلاسیک. و اصلا ویوالدی به نظر من بعد از باخ خیلی حسابیه و سختی باخ هم نداره. باخ بعضی جاها خیلی سخت میشه، خیلی عادت میخواد. چرا خوب که داریم درباره سینما و موسیقی هم حرف میزنیم، ولی متاسفانه بله معنوس میشین. ادامه حرف تو، باید با این آثار معنوس بشین، معنوس بشین. بله، با معنوس شدنی که لذت میبرین. اصلا اونس چیز مهمیه، اونس و الفت. 6-7 دقیقه بیشتر از وقتمون صحبت کردیم، خدا ما رو ببخشه. نبینندگانمون. بله، و بینندگانمون. خیلی خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدار شما. دل دارم تو، جانانم تو، من کبیری تشنه، بارانم تو، همراهت من، همرازم تو.